تو حالت خوبه؟ معذرت میخوام که نتونستم زنگ بزنم. مامانم گوشی مو گرفت. وقتی نتونستم با تماس بگیرم نگران شدم. مجبور شدم. منو تو اتاق حبس کرده. همه چی مو ازم گرفته. حالت خوبه؟ این چه گستاخیه؟ تو به چه حقی اومدی در خونم؟ مامان. شبتون بخیر. من نگران هستم. نه الان وقتش نیست. مالی. کتی؟ میشه یکم با هم دیگه حرف بزنیم؟ مامان یه لحظه به چه حقی به چه عنوانی نگران اصلی شدی؟ از خونم گم شو. مامان خودش داشت میرفت. باور میکنه تو آقا ملی تو خدا یه کاری بکنه. الان میخواد بره. این آدم چه جوری وارد خونه شد؟ مامان باور کنش میگه من اینجا نمیرم که مشکل درست. زنگ میزنم به پلیس. نه مامان تو رو خدا این کارو تجاوز به حریم خونه ازش شکایت میکنه. بکنیم خواهش میکنم. اون شرکتم رو سرت خراب میکنه. به پلیس زنگ نزن. مامان این کارو نکن. الان میخواد بره. اصلا اصلاً نترس. باشه. همونجور که با هم حرف شده. اصلا نگران نباش. کتی اصلی رو ببر تو. میشه توضیح بدم؟ معذرت میخوام. باشه تو رو خدا بذار توضیح بدم. مامان معذرت میخوام. خیلی خوب زود باش. مامان لطفا به پلیس زنگ بزن. نمیخوام اینجوری آشنا بشی. مامان من برای توضیح میدم. تو رو خدا به پلیس زنگ نزن. من نمیدونم چه جوری تونسته سرشو بندازه پایین بیاد تو. معلومه همدیگه رو دوست دارن الان خانم. پسر هم معلومه مؤدبه. بس کن. سعی نکن واسطه بشی. این دفعه حالت سرم میگیرم. قفل در اون بالکن رو درست میکنی. معذرت میخوام. کتی غیر از مواقع قضا از اتاق بیرون نیاد. اون درها همیشه قفل میمونن. حق بیرون اومدن نداره هیچ وقت. تو از کجا پیدات شد؟ بعد از اون همه سال از کجا پیدات شد؟ محمد خونه رو فرستادی هوا کجا غیبت داد پسرم؟ همه احتیاج داشتن آروم بشن بابا. با عصبانی یه چیزی حل نمیشه. این مسئله اصلا اینجوری درست نمیشه. بیا تو اتاقم حرف بزنی. بشین پسرم بشین. مهمت من بیشتر از اونی که فکر میکنی ازت حمایت میکنم. منم جوان بودم ولی برای اینکه درکم کنی باید خیلی تجربه به دست بیاری. بابا من هر اتفاقی هم که پیش بیاد از اصلی دست میکشم. پس اصلیه ولی باید زودتر از اینا در موردش حرف میزدیم. نه باید زیر قولی که دادیم میزدیم. بهت که گفتم 50 بار گفتم دیگه نمیشه از این راه برگشت. نگفتم؟ کسی که با تهدید از عشقش دست بکشه اسمش مرد نیست بابا. کسی که به خاطر دختر دروزه به خانوادش پشت کنه اسمش مرده؟ مادر اون دختر دروزه نیست. سهار من باش حرف میزنم. میشه لطفا بری تو اتاقه؟ اون دختری که عمرم رو به پاش میذارم. تصمیم منم قطعیه. چه اینطور؟ یا اون دختر یا ما. تموم شد رفت. سهار محمد چند بار بهت گفتم؟ گفتم دخالت نکن. مگه نگفتم من حلش میکنم؟ چه خبره؟ اینجوری حلش میکنی؟ این جسارتو تو بهش دادی. اگه پشتش به تو گرم نبود اینجوری جلومون وای نمیستاد. دم به دقیقه حرفای قلم به سلومه نمیشه دیگه. من حمایتش نمیکنم. حرفایی که لازم بود بهش گفتم. سعی کردم توضیحاتی که باید بهش میدادم با زبون خوش میدادم. بعدش من بهت گفتم دخالت نکن. با اجبار هیچی درست نمیشه. با اجبار هیچی درست نمیشه. آره ناراضی هستی زیاد. یه زمانی ما هم جدا شدیم. انگار زندگی برای من متوقف شده بود. اون موقع چه تجربه ای کردی که الان میگی مهمتو درک میکنی ها؟ نمیدونم ولی من غم خدیجه رو اینجام حس کردم. اینجا بهش قول دادم به گوش نفزاد نرسه. این قضیه رو تا اون نفهمیده حل میکنی مگه نه؟
آقا ملیح، تو رو خدا کمکم کن، میشه بازش کنی؟ تو رو خدا حداقل تو این کارو نکن. بله الانور خانم. ملیح تا 10 دقیقه دیگه حاضر شو، میریم بیرون. باشه چشم، ماشینو 10 دقیقه دیگه آماده میکنم. کمکم میکنی آقا ملیح؟ درو باز میکنی لطفا؟ برای اینکه چیزی بگذره باید اتفاق بیفته. چیزی که اتفاق نیفته نمیگذره. هیچ حسی بدون ابراز کردن از بین نمیره. در حالی که فکر میکردم عشقو پیدا کردم، اصلا تصورشو نمیکردم مهمت از چه راه طولانی گذشته و پیشم اومده. چه احساساتی که فکر میکردیم یه گوش مردن و زنده کرده و این باعث شده زخمی که بزرگترامون داشتن دوباره سرباز کنه. انگار زندگی ما رو سر راه هم قرار داده تا قصه ای رو تموم کنیم که با ما شروع نشده. وقتی اون شب با خشم از پشت به مامانم نگاه میکردم، از کجا میدونستم گذشته ای که از صندوق بیرون اومده چطوری اونو زیر و رو کرده و چقدر داره عذابش میده. کتی؟ آسلی، حالت خوبه عزیزم؟ کتی میشه کمکم کنی؟ میشه لطفاً درو باز کنی؟ نه آسلی، مادرت خیلی عصبانی میشه، نمیتونم این کارو بکنم. گوش کن، احتمالاً مامانم کلیدو تو آشپزخونه گذاشته باشه. برو از اونجا بیارش، آشپزخونه رو بگرد، فکر کنم اونجا. آسلی، چی کار کنم؟ کتی تو رو خدا. باشه الان نگاه میکنم. ببین خوب بگرد، لطفا درو باز کن. کتی تو رو خدا باز کن. باشه صبر کن آسلی، صبر کن. این کلید کجاست؟ آها اینجاست، پیدا کردم. باز کن، بازش کن کتی. آسلی، کتی ازت ممنونم. مامانم رفته؟ آره رفته. میشه گوشی تو به هم بدی؟ بهش بگو من خوابیده بودم. بعد از اینکه من رفتم در رو قفل کن. خیلی خوب؟ آی نه آسلی، مامانت حتما من از کار اخراجم میکنه. من گوشی ندارم. بیا تو اسکله چنگل کوی همدیگر رو ببینیم آسلی. بهت که گفته بودم، خودت اومدی دیدی دیگه، مگه نه؟ مامانم به هم ریخت بعد از رفتن دوباره زندونیم کردن. آقا ملی هم در بالکن اومد قفل کرد. گوشی و تبلتم هم دستم نیستن. اگه کتی نبود نمیتونستم فرار کنم. گفتی که مادر سرسخته، ولی تا این حد انتظارشو نداشتم. نبود، واقعا تا این حد نبود. من مامانم رو میشناسم، اصلا انگار یه آدم دیگه شده بود. خون جلوی چشماشو گرفته بود. باور کن خیلی عجیبه. خیلی خوب آروم باش، فردا خونه میرم باش حرف بزنم. شاید اگه برم والری حرفمو گوش کنه. نه اصلا، اگه بری جلوش وایسی بهت حمله میکنه. من مامانمو میشناسم، اینم میدونم که منم میفرسته فرانسه فوراً. گفتی فوراً؟ آره، هرچه سریعتر. همه چیو جلو انداخته. وقت شب خیر باشه. صبر کن من باز میکنم. نمیخوام از اینجا برم، نمیخوام اونجا درس بخونم، میخوام اینجا بمونم. دوست ندارم از اینجا برم. من نمیخوام برم فرانسه.
نمیخوام برم، نمیخوام. باید با هم ازدواج کنیم اصلی، همین فردا و فردا. آلانور، سر تو از دخترم دور کن زیا. اگه دخالت نگیری مسئولیت عواقبش به عهده من نیست. این خانم محترم کیه زیا؟ من مادر اصلیم که پسرتون مزاحم تحصیل شده خانم محترم. این وقت شب در خونمونو از جا میکنن جلوی در خونه خودمون یه عالمه حرف میشنویم؟ ببخشید، من در خونه کسی از جا نکندم. گفتم پسرتون از دخترم فاصله بگیره. همین، دختر من هنوز 18 سالشه. ما خودمونم تازه از این ماجرا با خبر شدیم. توصیه میکنم خوب تحقیق کنید ببینید چه اتفاقایی افتاده. مطمئن باشین از این خانواده هیچ کس همچین کاری نمی کنه. ضمناً اگه میتونستین دختر 18 سالتون رو درست تربیت کنین، یه پسر نامزد دارو که قراره به زودی ازدواج کنه از راه به در نمی کرد. سهار، لطفاً تو برو تو اتاقت. این وقت شب بیشتر از این جربست نشه. فوراً برو اتاقت سهار. چه این طرزیه؟ باید با هم ازدواج کنیم، همین فردا و فوری. چی داری میگی؟ اصلی ازدواج میکنی، من کاملا جدیم. من هنوز تو رو خوب نمیشناسم. اتفاقا ما خوب هم نیگه رو میشناسیم اصلی. اگه نمیشناختیم این اسو داشتیم؟ ولی نمیشناسم. یعنی اگه کسی ازم بپرسه حتی غذای مورد علاقتم نمیدونم، همینجور خوشگم میزنه، چه میدونم چه جور موزیکایی دوست داری یا قهوه چی میخوری یا چای چی دوست داری، اینا رو نمیدونم. تعطیلات کجا میری، چی کار میکنی، اینا رو نمیدونم. من در موردت هیچی نمیدونم. تازه به هیچ کدوم از آدمای اطرافم شباهت نداری. نمیتونم مقایسه کنم، نمیتونم نظر بدم بگم اینجوریه. دوروبر من کسی مثل تو نیست، اینو میفهمی؟ اصلی این حسی که به من داری یا قبلا به کسی دیگه ای داشتی یا نه؟ نه، نداشتم. برای همین خودم رو درک نمی کنم، برای همین اینطور سردرگمم. خودم هم نمی دونم چی شده. انگار تو یه نقطه خیلی دور از دنیا افتادم، تو یه جای خیلی قشنگ. از یه طرف هم یه جای خیلی ترسناکه. من نمیدونستم اصلی دختر توه. اگه میدونستم قبل از شروع شدن این ماجرا تمومش میکردم. اگه دختر من نبود چی میشد؟ چشماتو میبستی تا پسرت که در شرف ازدواج دخترای دبیرستانی رو گول من بزنه؟ من چشمامو رو چیزی نبستم. کسی هم کسی رو گول نزده. قبل از اومدن به اینجا بهتر بود اول با دخترت حرف میزدی. پسرت از دخترم فاصله بگیره زیا. این قصه همینجا تموم میشه.
ازدواج برای من دور از ذهنه، یعنی توی یه نقطه خیلی خیلی دوره، مناسب نیست، من اهلش نیستم. بعدش هم مگه پیشنهاد ازدواج اینجوری میدن؟ چه میدونم، مثل افتادن از پشت بوم. آدم یه مقدماتی میچینه، به هر حال یه بار فقط اتفاق میفته. گرچه اگه کارای متفاوت هم انجام میدادی قبول میکردم. نه نمیکردم، نمیتونستم قبول کنم. من اهلش نیستم اصلا. پیشنهاد ازدواج چیه؟ من هنوز گواهینامه‌ام نگرفتم. نه نمیتونم، حتی نمیتونم بهش فکر کنم. اینو میفهمی؟ الانشم سردرگمم، گیج شدم، یعنی نمیتونم. چجوری این کارو بکنم؟ این خیلی زیاده، حتی برای منم زیاده. وقتی بهش فکر میکنم خیلی میترسم. اصلی شناختن من اونقدر هم سخت نیست، من آدم ساده ایم. تو آدم ساده ای نیستی، من واقعا نمیتونم بفهمم. بذار خودم بهت میگم، من قهوه دوست دارم کم شکر، گاهی خواهرم زیاد تو شکر میرزه، چیزی بهش نمیگم و میخورم. توی تعطیلات دوست دارم برم خارج، ولی نه کشورهای توریستی. دوست دارم کتابای تاریخی بخونم، چون همیشه در مورد مردم اون دوره ها کنجکاو بودم. گل مورد علاقه هم شقایقه، چون نمیتونی همینجوری بچینی و توی گلدون بذاریشون. مجبوری همون جایی که هست، همون جوری که هست، دوستشون داشته باشی. اصلی اینجوری به هم پشت نکن، نرو. برای اولین بار تا سرحد مرد میترسم که یه نفر از دست بدم. هر چی که تو بخوای و هر جوری که تو بخوای همون میشه، فقط کافیه دستم رو بل نکنی. بله چیه؟ هر حرفی داری بزن. نه فقط. چی؟ فقط چی؟ راستش چجوری بگم، شما این خانواده رو از قبل میشناختین؟ احتمالش هست آشنا باشین؟ مزخرف نگو، از کجا باید میشناختم؟ باید با پدر کسی که میخواد دخترم رو ازم بگیره محترمانه حرف میزدم؟ خدا رو شکر کنه خونش رو سرش خراب نکردم. البته درست میگین الانور خانم، کاملا حق داری، ولی ملی خیلی خوب بس دیگه. چه خبر مدام تکرارش میکنی؟ تو سردت شده، میخوای برسونم خونه؟ نه من خوبم، سردم نیست. بی خود اینو در نیار، گفتم که خوبم. بس ببینم مادرت نگرانت نمیشه؟ الان وقت فکر کردم به مادرمه؟ من تو این ساعت از خونه فرار کردم اومدم پیش تو. میخوای مثل یه بچه گوشمو بگیری و منو تحویل مادرم بدی؟ فعلا به اون خونه بر نمیگردم، ضمناً یه جا برای موندن پیدا میکنم. خیلی خوب آروم باش، معلومه وقت خوابت که میرسه خیلی عصبی میشی. بیا یه جا برای موندن پیدا میکنم. تا در خونمونم اومد، در خونه من، مگه میشه دیوونه نشم؟ مهمتم رفته دختره این زنو پیدا کرده تو استانبول به این بزرگی. خدایا این چه امتحانیه ها؟ مهمت قرار هتل بمونی؟ تا صبح توی پارک بمونی، دوست داری؟ البته که نه، نه نمیخوام، خیلی خستم، میخوام رو تخت بخوابم. اتفاق مهمی افتاده، کیه؟ مهم نیست. از دخترم فاصله بگیره زیا، این قصه همینجا تموم میشه. تو راحت بگیر بخواب.
صبح با هم دیگه حرف میزنیم. خیلی خوب. مهمت داری کجا میری؟ مگه تا صبح چقدر مونده؟ بعدشم من باید اینجا تنها بمونم؟ خیلی خوب پس. منظرش هم خیلی قشنگه. آره اتاق خیلی قشنگی. هتلش هم همینطور. اینجا خیلی توریست میاد. هر فصلش هم پر از آدم میشه. آره همینطوره، واقعا پر از توریسته. ولی اگه منم توریست بودم حتما می اومدم استانبول، جای خوبیه. امروز یکم خسته شدم، سردمم شد. خیلی خوب بیا بریم تو رو بخونم. سود باش دیگه، نایی تکن خوردنم نداری، حسابی بخواب. تو چی؟ تو نمیخوای بخوابی؟ منم میخوابم. تو راحت بگیر بخواب. وقتی که میخوابی دلم برات خنگ میشه. منم پس صبح میبینمت. باشه؟ آره میبینمت. به من نگاه میکنی؟ راستش تو فکرت بودم. زود باش چشاتو ببند. پس اول تو ببند. به خاطر رفتاری که امشب با هم داشتی خیلی دلخور شدم. چی شد؟ مگه چی گفتم؟ جلوی چشم یه زن غریبه منو کوچیک کردی. باید پشتم وای میسادم. سهر باور کن نخواستم این وقت شب بیشتر از این تنش به وجود بیاد. بعدشم چقدر زشت، چقدر شرم‌آور بود که اینجوری. بگذاریم
اگه دلتو شکستم معذرت میخوام، واقعا از عمد این کارو نکردم. زنه رسمن وارد حریم خونمون شد. اگه مادرش این باشه فکر کن دخترش چی میتونه باشه. یعنی برای یه لحظه هم که شده گفتم خودم رو جای مهمت بذارم، میخواستم اونو درک کنم، ولی بعد از اتفاق امشب زن گرفتن پسرم از اون خانواده که سهله، برای دیدن یه نفر از اون خانواده باید از روی جنازم رد بشه. تو نرو سهر. منظورت از این حرف چیه؟ هیچ منظوری ندارم. باور کن منم حداقل به اندازه تو با این موضوع مخالفم، فقط میگم زیاد تو نرو. چون که کنار اومدن با عواقبش میتونه سخت باشه. حق دارم چیزی رو که میخوام به زبون بیارم. بعد از من با اون سن چه حرفی زدیم؟ سهر، قبلا هر حرفی زدیم بیرونم همونا رو گفتیم. حداقل جواب محکمی بهش میدادیم. سهر، خواهش میکنم بس کن، به اندازه کافی شب پرتنشی داشتیم. چرا شوهرش نیومد؟ چرا تنها اومد؟ گرچه شاید یارو نتونسته تحملش کنه و ولش کرده. بگذاره، من میرم بخوابم. شبت بخیر باشه. تو هم زیاد بیدار نمون. منم یکم دیگه میام میخوابم. شبت بخیر. خوش اومدین الانور خانم. اوضاع در چه حالیه؟ صداش نمیاد، فکر کنم خوابیده. عجیبه این وقت شب. برم ببینم. کوتتونو بدین به من. بفرما. چی شده؟ میشه به منم بگین لطفا؟ یه اتفاقایی میفته که سر در نمیارم، ولی صبر کن به زودی بوش در میاد. اصلی؟ به نظر من اتفاقات خیلی بدی میفته. اصلی خوابیدی؟ ببینم تو هم خوابید نبرد. نه نبرد. دارم به اتفاقایی که این اواخر افتاده فکر میکنم. اون اتفاقات برای همه من چوک بزرگی بود، ولی خدا رو شکر ممکن بود بدون تو باشم. این دیوونگی. تو بهش بگو دیوونگی، ولی من میگمش. الان حس میکنم یه ذره کسالت دارم، خسته هم هستم، ولی خیلی خوشحالم. حس میکنم انگار سالها میشناسم تو، سالهاست که به چشات نگاه میکنم. منم همینطور. خلاصه خیلی خوبه. بعد از سالها دوباره الانور بیرونه که تو دلم باقی گذشتی بس نبود، حالا نوبت پسرمه. آره Thank you.
مهمت؟ مهمت؟ من اینجام. چرا بیدار شدی؟ بگو ببینم تو چرا بیدار شدی؟ بیا پیشم دیگه، باید بخوابی. این کار درست نیست. چی درست نیست؟ من باید توی اتاق دیگه میمونم. خیلی خوب، درست میگی، لازم نیست استرس داشته باشی. ببینم تو چرا اینقدر راحتی. منظور چیه راحتم؟ برای چی راحت نباشم؟ یعنی که قبلا اینجوری توی فضایی بسته با کسی تنها موندی؟ البته که موندم. من با دوستام خیلی به مسافرت میریم، با هم دیگه زیاد میگردیم. ببین راستش از سوالی که پرسیدم منظور خاصی نداشتم. فهمیدم، کاملا فهمیدم چی گفتی، ولی خودمو به اون را زدم. من حق ندارم. حق نداری بپرسی. اینو از هیچ خانمی نباید بپرسی. یه سوال توهین‌آمیزه. این موضوع به ذهن عقب مونده مردا فقط میرسه. به خاطر اینکه واقعا نباید یه همچین سوالی رو بپرسی. اینو میفهمی؟ اصلی چرا داری پرت و پلا میگی؟ یه سوال ساده ازت پرسیدم، حرفو به کجا کشوندی؟ یه سوال ساده؟ این سوالی که داری میپرسی ورود کردن به زندگی شخصی منه، ورود کردن به گذشته منه و درست نیست. ضمناً تا موقع ازدواج نمیتونی جواب این سوالتو بگیری، البته اگه هنوزم قصد ازدواج داری. اصلی تنها چیزی که برای من مهمه اینی که تو همیشه کنار من باشی. ازت معذرت میخوام. اصلی هنوز بیدار نشدی؟ صبح اصلی کتی؟ بله الان نورخانی. اصلا نترس، الان توی راهی گذاشتیم که دیگه راه برگشتی نداره. گفتم که با مادر ترس میزنم، بعدش با خانوادم حرف میزنم و میام خسته بشم. تو مامان منو نمیشناسی. تو دنیا فقط یه راه درست وجود داره، اونم راهیه که مامانم میگه. برای همین بی خودی اعصابشو به هم میریزی. این اتفاق نمیفته. وقتی مادرت ببینه ما چقدر مصمم هستیم اونم نرم میشه. به هر حال اون یه مادره، غیر از خوشبختی دخترش چی میتونه بخواد؟ مامانم غیر از خوشبختی خودش به چیزی فکر نمیکنه. تو نگران نباش. این دختر پر در نیورده از اتاق قفل شده بره کش. منم پاک گیج شدم الانور خانم. شما که دیشب نگاه کردین تو اتاقش بود دیگه. نه من نرفتم تو اتاقش، مستقیم رفتم تو اتاق خودم. در ضمن اگه تو در اتاقو باز نکردی اصلی چجوری از اتاق بیرون رفته؟ قسم میخورم من کاری نکردم الانور خانم. شاید یک کلید دیگه داشته، یدکی چیزی، امکانش نیست.
من در رو باز کنم. اصلی حوزو خیلی بده. نمیتونه با دختر من همچین رفتاری بکنه. میشنوی چی میگم نوزاد؟ نمیتونه. همین که گفتم. شنیدم فردوس، شنیدم. هم بیخ گوشمی، هم با تمام توانت داری داد میزنی. چجوری نشنوم؟ پس یه کاری بکن نوزاد. وقتی تو دخترت کل خانواده‌ت اینجوری تحقیر میشین، مثل مجسمه اینجا نشین دیگه. عجله نکن عزیزم. عجله نکن زندگیم. میرم با خواهرم حرف میزنم. میدونی که خواهرم خدیجه رو چقدر دوست دارم. آره. عمه یه کاری میکنه مگه نه بابا؟ معلومه دخترم، معلومه. تو برادرزاده یکی یه دونه شد. انقدر شلوغش نکن نفزاد. به هر حال برادرزاده ی واقعیش نیست. تو هم برادر واقعیش نیستی. هرچی باشه در نهایت پسر خودش رو انتخاب میکنه، اون خواهر جونت. ما از خواهر و برادرای واقعی هم نزدیکتریم. من به خواهرم اعتماد دارم. اون مشکل رو حل میکنه، خیالت راحت. البته خوب شد اون زن اومد در خونه، مگه نه مامان؟ عمه دیگه اجازه این کارو بهش نمیده. اون قضیه هم واقعا خیلی عجیب و غریب بود. زن تک و تنها پا شده اومده در خونه، نه شوهری بالا سرش هست، نه مردی هست. دست درد نکنم، بجام دخترم بخور. صبح بخیر. چایمونو بریز. نوزاد اینا کجان؟ چرا واسه صبحونه نیومدن؟ اونا هم برای خودشون غرور دارن. بعد از اتفاق دیشب انتظار داشتی چجوری رفتار کنن؟ انگار مهمت اصلا نامزدی و به هم نزد. داداشم که بچه نیست، مامانم یکم زیاده. دخترام این مسائل خیلی حساسن، تا بزرگ نشی متوجه نمیشی. بعدش هم مگه خدیجه صمیمی‌ترین دوست تو نیست؟ نه راستش اونقدرام که فکر می‌کنی. خیلی خب بسه، این بحثو تموم کنیم. مینا تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت نکن. باید هر چه زودتر این مشکل رو حل کنیم. دو تا خانواده ایم که زیر یه سقف زندگی میکنیم. نمیتونم با برادرم قهر بمونم. البته برادر واقعی به حساب نمیایین مامان. چرا هیچ کس تو این خونه حد و حدود خودش رو نمیدونه؟ چرا مهمت نیومده سلجو؟ موقعی اومدن در اتاقش زدم، منتها هیچ صدایی نیومد. تخت خوابشم اصلا به هم ریخته نبود. نکنه خونه نیومده؟ یعنی چی؟ کجا رفته؟ من از کجا بتونم مامان؟ فقط نظرمو گفتم، همین. چیزی بیشتر از تو نمیتونم. نکنه پیش اون دختره رفته باشه؟ دیگه چی سهار؟ دیشب مادرشون همه حرف بارمون کرده. انتظار داری مهمت تو خونش را بده؟ شاید فرار کرده. مینا بی ادب نشو. الان وقت شوخی کردنه؟ نه، فقط میخواستم یکم فضای خونه رو عوض کنم، همین مامان. مامان خیلی خوب آروم باش، چیزی نگفت که. برای شما همه چی شوخیه، میتونین همه چی دست بندازین. هیچی برای شما ارزش و احترام نداره. سهر یکم آروم باش. لطفاً به من نگین آروم باش، لطفاً. زبونه همشون دراز شده. زود باش پسرم، شروع کنین. دخترم شروع کن. نوش جان، مامان ما اومدیم باهات حرف بزنیم. شما؟ بعدم با تو صحبت میکنم، حالا برو تو اتاقت. اول میخوام با این دوست بی ادبت حرف بزنم. اصلی برو تو اتاقت. نه اصلی، صبر کن، باید بمونی. پای زندگی دوتامون در میونه. نه من و نه مادر تق نداریم کوچکترین حرفی ازت پنهان کنیم.
میشه بشینیم مامان؟ البته البته بفرمایین، لطفاً اختیار دارین. ببینی خانم، اول میخوام یه موضوعی رو براتون روشن بکنم. من آدم با ادبی هستم، نسبت به شما هیچ بی احترامی نکردم و نخواهم کرد. شما برای من محترم. پس این افتضاح چی؟ دیشب تا صبح کجا بودی؟ ببینید، من میخوام همه چی مطابق اصولش انجام بدم. سلام، چه خبره؟ مامان خونه است؟ بله. من میخوام با دخترتون ازدواج کنم. اگه اجازه بدین برای خواستگاری از اصلی به خانواده هم میخوام بیام. منم آینده و تمام رویاهای اصلی و میندازم دور و میگم دخترم و بردار و برو. اینطوری فکر میکنی؟